سلام عرض می کنم خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی این برنامه کوتاه، این گفتار کوتاه. موضوع این گفتار کوتاه این است: معنای دین از نظر مولانا. به این جهت این موضوع را انتخاب کردم که متاسفانه این واژه دین در جامعه ما و در فرهنگ دینی فعلی ما دارای معناهای بسیار غیرواقعی و غیر قابل قبول و مبتذل به یک معنا شده، و معمولا وقتی گفته می شود دین، سلسله ای از اعتقادات و دستورات اخلاقی و احکام شرعی به صورت یک سیستم به هم مرتبط در نظر می آید که اون اعتقادات را باید معتقد بود و اون احکام را باید عمل کرد و اون دستورات اخلاقی را مراعات نمود. تقریبا این معنای دین در عرف عام. اما لازم است توجه کنیم که از نظر بزرگان گذشته ما و دینشناسان واقعی تاریخ ما مسلمان ها، دین اینقدر معنای مبتذل و معنای ایستا در واقع نداشته، معنایی داشته که در خور توجه فراوان و بسیار جالب نکاتی که اونها بیان کرده اند، معنایی که اونها برای دین گفته اند، هنوز هم برای ما انسانها در همین دوره‌ای که زندگی می کنیم در قرن 21 بسیار جالبه. و ما وظیفه داریم این سنت رسوب یافته خودمون را در واقع بازنگری کنیم و اون سخنان و توضیح‌های رسای قابل قبول و قابل دفاع و جذاب را که در اینجا و اونجای سنت از طرف بزرگان گفته شده، اونها را از دل این سنت خاک گرفته رسوب یافته به صورت یک ایدئولوژی در آمده بیرون بکشیم و روی اونها تکیه کنیم. خب، مولانا در آثارش بارها و در موارد متعدد از دین سخن گفته. من انتخاب کرده ام از دفتر اول مثنوی معنوی یک داستان را که در اون داستان دو بار مولانا درباره دین سخن میگوید و دین را تعریف میکند. من اشعار مربوط به اون دو تعریف را در اینجا میخونم، درباره هر کدام از اونها توضیحی میدهم. این دو تعبیر، یکی تعبیری است که معروف هست، اما اون دیگری چندان معروف نیست ولی به نظر من بسیار جالب است. اون تعریف معروف این است که مولانا میگوید دین حیرانی است. اینو خیلی ها شنیده اند. اما اون چرا که کمتر به اون توجه شده این است که مولانا میگوید دین یک حس است و سخن از حس دینی میبرد. من هر دو قسمت از اشعار را میخونم، دو بیت میخوانم راجع به این مسئله ای که گفتم که مولانا از دین به یک حس تعبیر میکنه. در دفتر اول، در حکایت بقال و توتی و ریختن روغن از طرف توتی در دکان، که این حکایت در دفتر اوله، اونجا طی مطالبی به این اشعار میرسیم: حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. صحت این حس بجویید از طبیب، صحت اون حس بجویید از حبیب. تا
تعبیر دوم، یا اینجا اول اون رو گفتم، تعبیر دیگر که در اونجا از حیرانی سخن میگوید، اشعار مربوطه به اونها را هم چند بیت میخونم. میگوید مولانا: کار بیچون را که کیفیت نهد، این که گفتم این ضرورت میدهد. گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. نه چنان حیران که پشتش سوی اوست، بل چنان حیران و غرق و مست دوست. اما توضیح من درباره نکته اول که مولانا از حس دینی سخن میگوید، تعبیر حس دینی که از سوی مولانا به کار برده شده است، مولانا بر این عقیده است که انسان دو گونه حس دارد، یکی حس دنیاست و دیگری حس دینی. با یکی از اون حس ها که حس دنیا باشه، بنا به تعبیر مولانا انسان با دنیا ارتباط پیدا میکنه، و با یکی دیگر از اون حس ها که او حس دینی مینامد، انسان با آسمان ارتباط پیدا میکنه. میگوید حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. حس دنیا چیست؟ حس دنیا که مولانا از آن سخن میگوید و همان است که ما در تعبیرات معمولی خودمون از اون به حواس پنجگانه تعبیر میکنیم: حس بینایی، حس شنوایی، حس چشایی، حس بویایی و لامسه. البته پاره ای از روانشناس ها از حس های دیگر هم سخن گفتند. این حواس پنجگانه در واقع ابزارهای ارتباط ما انسان ها با عالم خارج هستند، که ما اون عالم خارج را دنیا می نامیم. مولانا هم دنیا می نامد. اگر این حواس پنجگانه نبود، اگر این حس دنیا نبود، ما از خارج از خودمون آگاهی نداشتیم. آگاهی ما از عالم بیرون از خودمون مرهون به کار افتادن این حواس هست. این حس ها هم هر کدامشون حالت شدت، قدرت و ضعف و ناتوانی دارند، در یک مرحله و در یک حد نیستند. و حتی گاهی ممکن است یک انسان یکی یا چند تا از این حواس را از دست بدهد. به همون اندازه که انسان از این حواس بهره‌مند باشد، به همون اندازه از توانایی باخبر شدن از عالم خارج توانمند است. و به هر اندازه که محروم باشد از این حواس، از این آگاهی محروم است. و همونطور که گفته شده: من فقد حسن فقد علمن. اون کس که یک حس را از دست میدهد، در واقع آگاهی های مربوط به اون حس را از دست میدهد. میتوان گفت این حواس پنجگانه ابزار حیات انسان در دنیا هستند. اما منظور از دنیا چیست؟ منظور از دنیا در اینجا عالم ماده است، به معنای وسیع کلمه. این حس ها به قدری مهم هستند که در نظر پاره از فیلسوفان و دانشمندان، منشأ تمام علوم و فلسفه ها و فرهنگ بشری به طور کلی همین حواس پنجگانه هستند.
همه دانش‌های بشری، همه تفلسف‌های بشری، همه هنرهای بشری، همه ادبیات بشر برمی‌گرده نهایتاً به آگاهی‌هایی که انسان از طریق این حواس پنجگانه از عالم خارج کسب می‌کنه. تا اینجا معلوم است که ما وقتی می‌گوییم حواس پنجگانه یا مولانا می‌گوید حس دنیا، منظور از اون چیست؟ همین است که توضیح داده شد. اما اون چه توجه عمیق انسان را جلب می‌کند، تعبیر دیگر مولانا است، یعنی تعبیر حس دینی که وسیله ارتباط با آسمان است. از نظر مولانا معلوم است که در ابیات مولانا منظور از آسمان عبارت است از مقام احدیت حق تعالی که ما در تعبیرات عادی خودمون از اون به خداوند تعبیر میکنیم. آسمان یعنی خداوند. مولانا میگوید وسیله ارتباط انسان با خداوند هم گونه ای حس است، تعبیر به حس میکنه و از آن به حس دینی تعبیر میکنه. مولانا از سخنانش چنین برمیآید که همونطور که همه انسانها دارای حواس پنجگانه هستند، اونها دارای حسی هستند به نام حس دینی. در شرح این تعبیر، یعنی حس دینی که مولانا میگوید، میتوانم بگویم همونطور که حواس پنجگانه ابزارهای ارتباط با عالم دنیا هستند، حس دینی هم چیزی است که ابزار ارتباط با خداوند است. در واقع از نظر مولانا انسان با حس دینی خداوند را حس می کند، همونطور که با حس دنیا جهان خارج را حس می کند. این تعبیر تعبیر بسیار بدیعی است که او از مسئله دین و اینکه منشأ دین در انسان چیست از تعبیر حس استفاده میکنه، میگه حس دینی انسان. همونطور که حواس پنجگانه غیر از قوه عاقله و عقل و اون عالم تعقل است، حس دینی هم باید از نوع حس باشد نه از نوع عقل. مولانا نمیگوید عقل آدمی است که انسان را به سوی خدا هدایت میکنه. در این ابیات که خونده شد میگوید که حس دینی هست که وسیله نردبان آسمانه، از طریق حس دینی ارتباط با خدا پیدا میکنید. پس بنابر این تعبیر، اون چه میان انسان و خدا اتفاق می افتد از نوع ارتباط یافتن و آگاهی یافتن است، از نوع ارتباط یافتن و آگاه شدن. خب ارتباط یافتن مسئله است متفاوت با اینکه انسان درباره یک موضوع فکر بکنه. بله، میگویند درباره فلان موضوع فکر کرد، برای رسیدن به فلان حقیقت مقدمات استدلالی فراهم کرد و از طریق اون مقدمات استدلالی به اون نتیجه رسید. اما یک وقت تعبیرات این نیست، تعبیرات تعبیری است که معنای ارتباط یافتن را میدهد، یعنی عمل است نه نظر. و این خیلی نکته مهمی است. شما وقتی گفتید که انسان حس دینی دارد، به حس دینی نردبان آسمانه و از طریق حس دینی با خدا ارتباط پیدا میکنه، یعنی مسئله ارتباط گرفتن وقتی مطرح شد، عمل مطرح است، گونه ای عمل است که اتفاق میفته و ابزار این عمل حس دینی است. همونطور که احساس عالم خارج گونه عمل است که اتفاق میفته و ابزارش حواس پنجگانه است. این حس ارتباط یافتن با خدا
یا حس دینی هم شدت و ضعف دارد و گاهی این حس درست کار می کند و گاهی درست کار نمی کند، همونطور که حواس پنجگانه گاهی درست کار می کنند و گاهی درست کار نمی کنند. اگر حس دنیا دچار آسیب شود، ما می رویم پیش طبیب، همونطور که خود مولانا می گوید. اما او می گوید اگر حس دینی ما ضعیف شود، باید در صدد تقویت اون حس باشیم و این تقویت اون حس را و اعاده اون حس را از حبیب بجوییم، یعنی از خود خداوند بجوییم. خب این به نظر من نکته بسیار بدی است. این سخن کجا که بگویند انسان حس دینی دارد در مقابل حس دنیا و مسئله خدا و دین و دینداری همه بر محور به کار افتادن و فعالیت این حس میچرخه، تا اینکه گفته بشود که نه خیر، مسئله خدا یک مسئله استدلالی است، با عقل انسان به خداوند استدلال میکنه، یا تعبیرهای دیگری که کردند. مولانا در جای دیگری یک تعبیری از دین داره که به ما کمک میکنه که این حس دینی را بهتر بفهمیم، و اون بیت معروف اوست که میگوید دوزخ است اون خانکان بی روزن است، اصل دین ای بند روزن کردن است. در موارد متعددی او میگوید که انسان مانند یک زندانی است در این زندگی دنیوی، باید در دیوارهای این زندان روزنی ایجاد کند تا از طریق اون روزن نوری بر او بتابد، از عوالم معنوی نوری بر او بتابد. روزن ضروری است و میگوید اصل دین ای بند روزن کردن است، این است که احساس بکنی که داری روزنی ایجاد میکنی، از این تنگنا خلاص میشوی، از این ظلمت به سوی نور روزنی ایجاد میکنی. بر این ترتیب میتوانیم بگوییم در میان نظریه های گوناگون که درباره پیدایش دین و دینداری گفته شده، نظر مولانا این است که منشأ دین و دینداری در میان انسانها حس دینی انسانهاست که در همه انسانها وجود داره، و وظیفه و اون چی که انسان باید دنبالش باشه و اون کس که سخن از دین میگوید باید دنبالش باشه، تأمین سلامت این حسه. این حس را باید سلامتش رو تأمین کرد، این حس را باید مواظبش بود که آیا درست کار میکنه یا دچار آفت شده است. در این نظر دین یک کالا نیست که باید هرچی بیشتر اون را تبلیغ کرد، یک اعتقاد نیست که باید هرچی بیشتر اون را تقویت نمود و برای اون نهادهای فراوان ساخت، یک شیوه حکمرانی نیست که باید مرتبا دستورات اون را از کتاب و سنت استخراج کرد. دین استفاده کامل از حس دینی است و این حس دینی تربیت لازم دارد و این حس دینی ورزش دادن لازم دارد، ممارست لازم دارد، شناسایی های ریزکاری های این حس دینی مسئله است بسیار ضروری. امروز هم اتفاقا این مسئله در میان روانشناسان دین جایی برای خودش باز کرده است. در میان فیلسوفان متأخر اروپا کسی که مطلبی گفته که تقریبا از همین تعبیر حس دینی استفاده کرده است منتها به بیان دیگر،
فیلسوف معروف شلایرماخر که بنیانگذار الهیات لیبرال پروتستان هست، او میگوید منشأ دینداری انسان احساس وابستگی مطلق انسان به یک بی‌نهایته. این تعبیر، او تعبیر احساس را به کار میبره، احساس وابستگی مطلق انسان به یک بی‌نهایت، که این تعبیر او منشأ و پایه الهیات لیبرال پروتستان شده و امروز هم خیلی ها دوباره توصیهشون این است که پس از آن که متعلهان بسیار برجسته دیگری در عالم مسیحیت بروز کرده اند و اظهارات گوناگونی کرده اند، دوباره باید برگشت به این سخن شلایرماخر. خب، تعبیر دیگری که مولانا اون تعبیر را درباره دین به کار برده است، تعبیر حیرانی است که گفتم در تعبیر حیرانی اشعار معروفی است و بار دیگر اون رو در اینجا میخونم: کار بیچون را که کیفیت نهد، این که گفتم این ضرورت میدهد. در بعضی نسخه ها هست این که گفتم هم ضرورت میدهد، گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. نه چنان حیران که پشتش سوی اوست، بل چنان حیران و غرق و مست دوست. خب، جز که حیرانی نباشد کار دین. کار دین چیست؟ اگر کسی بگوید من کار دینی می کنم، یا کار دین می کنم، یا اهل دین هستم، این شخص مولانا می گوید حیران باید باشه. یعنی چه حیران باید باشه؟ یه توضیح مختصری هم درباره این نکته می دهم. در همون حکایت بقال و توتی، مطلب را مولانا به جایی میرسونه که با مثالهای مختلف توضیح میدهد که ما انسانها در جستجوی این مطلب که امور این جهان، امور این عالم بر اساس کدامین ضابطه ها و قاعده ها اتفاق میفتد، دچار اشتباه میشویم و فکر میکنیم میتوانیم برای حوادث جهان در سراسر تاریخ ضابطه و قاعده معین کنیم. او میگوید این فکر 100% اشتباه است. از نظر مولانا اصل این است که حوادث این جهان طبق یک روال کیفیت معین و قابل پیش بینی واقع نمیشوند، بلکه حوادث جهان 100% هر حادثه ای یک حادثه بدی و بیچون و بیکیفیت است. ما انسان ها چون کارهایمون را بر اساس قاعده ها و ضابطه های معین انجام می دهیم و بر اساس شباهت ها میان حادثه ها پیش بینی هایی می کنیم، در کارهای خودمون ما انسان ها چون چنین عمل می کنیم، دچار یک قیاس باطل می شویم و کارهای خدا را هم مانند کارهای خودمون تصور می کنیم و فکر می کنیم که کارهای خدا هم مانند کارهای ما انسان ها دارای یک سلسله قاعده ها و ضابطه های معینی که ما باید اونها رو پیدا بکنیم که خدا بر اساس چه قاعده ها و ضابطه هایی کار میکنه در این عالم، یا به تعبیر خیر معمولی اداره میکند عالم را. گرچه این تعبیر خدا عالم را اداره میکند تعبیر صحیحی نیست، عالم تجلیات الهی است، نه اینکه خداوند عالم را اداره میکند. این تعبیر عوامانه را باید برای همیشه کنار گذاشت. اما خب، آیا این تجلیات قواعد و ضوابطی داره
که ما بتوانیم از اون بابت شناسایی پیدا بکنیم و خاطرمون جمع باشه و به اصطلاح آیا ما میتونیم راز دهر را بفهمیم؟ آیا ما اون معما را میتونیم بفهمیم، باز کنیم که چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟ زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست، به قول حافظ اگر شعرش رو درست خونده باشه. اونهایی که خواستند راز دهر را بفهمند، در واقع خواستند اینو بفهمند که امور این عالم بر چه ضابطه هایی اتفاق میفته، این عالم از کجا شروع شده، به کجا میرود و با چه قواعدی میرود و با چه ضوابطی میرود، تاریخ انسانیت آغازش چگونه بوده است، وسطش چگونه بوده است، آیندهش چگونه خواهد بود. خب اینها دنبال راز دهر رفتن، ما نمیتوانیم دنبال راز دهر برویم. مولانا میگوید انسان ها باید از این که کارهای خدا را به کارهای خودشون قیاس کنند دست بردارند. بسیاری از گرفتاری ها از همین قیاس خدا به انسان و قیاس کارهای خدا به کارهای انسان پیدا میشه و انسانوار انگاری کارهای خدا و انسانوار دانستن خداوند از همین قیاس ناشی می شود که انسان برای خودش خواسته هایی داره، آرزوهایی داره، مطلوب هایی داره، صفاتی داره، قاعده بندی هایی کرده است، زشت این است، زیبا آن است، بد این است، خوب آن است، اون را می خواهم، این را نمی خواهم، یه قاعده بندی هایی درست کرده، با اینها داره زندگی می کنه. اون وقت یک موجود بسیار برتر، قوی، نیرومندی را هم بالای سر خودش تصور می کنه که او هم گرفتار و اسیر همین قاعده ها و ضابطه هاست. قیاس خدا به انسان، یک خدای انسانواری درست می کنه، بر خودش سوار میکنه، دین رو هم میکنه انسانوار. دیگه مفاسدی که در طول تاریخ از این مسئله به وجود آمده اونقدر فراوانه که اینجا جای توضیحش نیست. خب به این در اینجاست که میگوید که کار بیچون را که کیفیت نهد. کار خداوند بیچون و بیکیفیت است. چون بیچون است یعنی بیمانند است، بیشبیه است، کیفیت ندارد، یعنی نمیشود گفت چنین یا چنان واقع خواهد شد. و به همین جهت میگه گه چنین بنماید و گه ضد این. اگر این دیده ما باز شود که ببینیم چگونه حوادث جهان بیچون و بیکیفیت است، تمام حوادث جهان یعنی هر کدام از اونها یک حادثه نو و منحصر به فرد دیده می شود و انسان هر لحظه در برابر یک پدیده نو قرار می گیرد. قطعیت محاسبات آدمی در زندگی به هم می ریزد. قطعیت انتظارها و پیشبینیها ناممکن می شود و این وضعیت حیرانی ایجاد می کند. در جهانی این چنین انسان حیران خواهد بود، اما این حیرانی به معنای گیج شدن و سرگردان شدن نیست بنا به بیان مولانا، بلکه حیران شدن انسان در برابر کارهای خداوند است. یعنی دین می شود حیران شدن انسان در برابر کارهای خداوند. وقتی می گوید کار دین حیرانیست، یعنی شخص دیندار کسی است که در برابر کارهای خداوند حیران است. این شخص حیران با این مشخصات پشتش به سوی خدا نیست تا گیج و سرگردان باشد، بلکه رویش به سوی خداست و غرق و مست کارهای اوست. چنین انسانی در بیقراری محض به سر می برد. این انسان می داند
که در این جهان از قرار خبری نیست و دنبال قرار نمی گردد. این انسان مسیر بیقراری ها را تعقیب می کند، نه مسیر قرارها را که وجود ندارند، و قرار او در زیستن با بیقراری خواهد بود. در شعر دیگر معروفی مولاناست که می گوید این همه بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار باش تا که قرار آیدت. ما باید بدانیم نکته مهم دیگر این است که حیران زیستن به این معنا که توضیح داده شد، زیستن در لحظه حال است. در حیران زیستن گذشته نیست، آینده هم نیست. و این همه تأکید می شود و توصیه می شود که سعی کنید در لحظه حال زندگی کنید. این مطلب را من مربوط می کنم به این که این تأکید یکی از راه های حاصل شدن و دست دادن زیستن در لحظه حال، زیستن در حیرانی است. وقتی گردش ها و چرخش های واقعیت نهایی یعنی خداوند مشخص نیست و چون و کیفیت ندارد، اون چه از واقعیت نصیب انسان می شود همان است که در لحظه حال نصیب او شده است، نه چیزی بیشتر. اون مقدار از واقعیت بهرمند این آدم که در همون حال این را داره. پس برای او غیر از لحظه حال همه چیز موهوم است. خب یک چنین شخصی همان می شود که حافظ می گوید. و چیه اون بیت معروف حافظ که تا چه بازی رخ نماید ویدقی خواهیم راند، عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست، که در ضمن معنای رندی هم در اینجا از نظر حافظ معلوم میشه. خدا نگهدار.